مهمان ناخوانده. خدا خیر کنه. حاجی رجب کجاست؟
برید کنار ببینم، برید کنار، ولش کنین، خدا خیر کنه. ای بابا بگیرینش، 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 حال نکنیم بابا. برید کنار، کنار برید، این بچه ها رو دورشون کنید. چی شده ها کنیده؟ شیطان بابا قال نکنیم، بذاریم ببینم چی میگه. یکی جواده مال حسین آباد، یکی یه پیاله آب بیاره، اون بچه ها رو کنار بکش. سیف الله بری به فریادت برسه. چی زدنش جواد؟ منم یاوه. چی شده، چی شده بابا؟ میتونی حرف بزنی؟ چه شده؟ خو ازش بپرس، خو یاور بپرس چه خبر شده؟ کنار بکشین همامش بخوره. نه یاب چطور شد سیف الله؟ بابا کنار بکشین، آب بیا. خدا شفاش بده. بیا بابا جان، بیا یه جور آب بخور. کی زده داد؟ برا رات کجان؟ حق پنجتن آل عبا یه آب بخوره لبش باشه. یو بگی کت خدا، خدا شفاش بده. لایام میخواد حرف بزنه. صلوات بده بابا. وایسادی چی کار؟ آمه صلی اللہ آمه حرف بزنه. آمه با بویشو کنیل در خطر. آمه همه را کشتن. ده بالا، ده دالا. چی میگه؟ کیا بودن جواد جان؟ کیا بودن؟ حرف بزن جواد جان. تنگی دلاهو، راقیا همه را کشت. بابا بی حرفش تمام نشد. جنال جنتین دعون فبعی آلای ربکم آدو کذبان بیهن غافرات و ترفع لمیت لم یقلت هم انتون قبل هم ولا جان فبعی آلای ربکم آدو کذبان جنهم نال یعوت والمرجان فبعی آلای ربکم آدو کذبان الجزاء والإحسان إلا الإحسان فبعي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبعي آلاء ربكما تكذبان متهمتان بس هدیه حسن جان، بلند شو یه آبی به صورتت بزن. خدا بیامرزد. بلند شو بزن. فبعی آلاء ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان فبعی آلاء ربکما تکذبان فبعی آلاء ربکما تکذبان لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان فبعی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبعی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صدق الله العلی العظیم. هر طور شده باید خبر بدیم. به کی خبر بدیم؟ چه میدانم؟ به دولت، به پاسگاه. خدا بیامرز یه حرفایی میگفت. قده بالا میگفت، میخواست یه چیزایی هم پاسگاه بگن که خدا شمانش نداد.
باید فوراً برید سمت پاسگاه. کیاست دارم؟ حاجی رجب و میرزا تقی. باید صفر خورانه کرف اونا رو میزنی. میرزا تازه خون دیده، خیال کن تا فردا خانش بیرون نیاد. با آنها کار نداشته باشی، خودتان یه چند تایی دست و پا کنی. من دارم. من میخواستم بدم برای آسیا، انگاری این کار واجب تره. قربانم دارم، برای مایم دست و پا کنید. میام. همین امروز روانه شید. همین حالا روانه میشیم. همه تو برو سراغ قربان. سیف الله تو هم آبنان تهیه کن. من میرم خانه، دلم شور آفاقو داره. اگه تو ریش شده؟ نه، یه بار یاد یحیی مان افتادم. یه هفته میشه که پاسگاه خبری نداشتیم. آرام که جواد، تعجیل کنید، کار ما به شب میکشه. شاد آما اوقاتت بخیر حامد، بفرما. خسته نباشی اوستا، تیغت برا. زنده باشی، انشالله نوبه خود. خانتون چه روشن شده، آدم چشمش به داماد میفته. آنی فیلج یاد هندوستان بکنه. دلت روشن باشه حامد جان، هرچی قسمت باشه همان میشه. چه خبر؟ از آبادی چیزی نشنفتی؟ والا دو روز میشه از این خانه نزدم بیرون. خیلی گرفتاری داره بابا جان، خیلی گرفتاری داره. میگم این پدرهای ما که چهار تا میگرفتن ها، عجب همت و حوصله‌ای داشتن ها. ها والا. خوبه بابا، خوبه. همه که خبر شدن. ها ها. فقط من و یاور و یکی دوتا دیگه میریم طرف های تنگه. اما هر طور شده خودمانو برای عروسی میرسانیم. او طرف ها برای چی؟ چیزی نیست. حالا مگه اسب تا بدی زودتر را میفتی. بالا اسب ما دارن میسازنش برای عروس. گلرخ قرار سواری اسب شد. هیچ یاد ما نبود. مبارک باشه. دلت ها بیرون بریز بابا، آخه چطور شده؟ امروز زور یه جوانی از حسین آباد آمد، زخمی و خونی. گفت او جور که او میگفت ها، انگاری به او طرف ها حمله کرده. حمله کردن؟ ها. کیا حمله کردن؟ اجنبی ها. سلام علیکم. سلام علیکم اصغر. سلام. من نمیدونم تازگی ها کارای این آبادی هرکی شده. بعدت نیاد کت خدا، احترامت واجه، اما زیادی به این جوان ها میدون میدی. سر تقسیم زمین، سر تقسیم آب، همین یاور و دو ستای دیگه تو پیر مرد و خامت کردن و هرچی خواستن شو. حالا هم نظر من اینه که ما تو کارای دولت دخالت نکنیم بهتر. حاج آقا، ما که کار خلاف نمی کنیم، قراره برن ببینن چه بلایی نازل شده. شاید اصلا پاسکاپ بی اطلاع باشه، بالاخره باید خبرشون کرد. آخه نه اینجوری، من جلوی همه میگم، دل من را نیست. مسئولیت همه چیز با خودت کت خدا. خداحافظ شما. حوصله ندارم با تان بازی کنم. اگه امید کنم خود راهی بشیم گروه نشده بر میگم برا کنم مصیبت بار نیام بشیم. سلام علیکم. ماشاءالله چقدر طولش دادی.
قربان سلامتان رسان. گفت خودش عروسی داره نمیتونه بیا، اما ماشالله به همتش از پشه که میخواست باش عروس بیاره داد خدمت شما. والا قربان همیشه خوش بیاره. ما تو چه فکری هستیم؟ او دنبال عروس آوردن. تازه سر ما منت هم داره. تمامش کن، اسب قربان خودت سوار. یاور حرفا دنبال نکندی از سیف الله. وقت تنگه، به امید خدا با خبرهای خوش برگردی. از تنگه جلوتر نریدا، اگر تانستید خبری هم از پاسگاه بگیری. خیر پیش. سلامت بری انشالله. خدا نگهدارتان. خوش به حالشان. کاش منم همراهشون بودم. یحیی جان جوابم بده، جوابم بده داداش، جوابم بده داداش. یحیی جان جوابم بده، جوابم بده داداش. یحیی جان
سلام یاور جان، چرا اینطوری شدی؟ چشمات چه بی جانه؟ این تفنگ چیه تو دستت؟ جوابم بده یاور، گفته بودی میخوای بری تا پاسگاه، برار تو دیدی؟ این تفنگشه بغلش چسبیده بود، خیال کن بچهش، خودشم مثل ابوالفضل خوابیده بود، صورتش پر نور، بیرون خانه منتظرته، دست به تنش بکش انگاری هنوز جان داره. روزنده داشت رو یه دفعه دیم مرد تاب ببینیم. یحیی حسن جان بگو که یحییمون طوریش نشده. شما هم از پشت یاور را بیارید. بریم بابا. یا همش از سیاهی بخت منه. وقتی پارسا
سیف الله خاطری مبرا بابام پیغام فرستاد و بابام جوابش کرد. او جنجال سر خرمن شد و او دعوای تو آسیا. بعدم که تو آمدی و بابام دلش رضا داد، او چوب کشیدنا و سرشکستنای تو و سیف الله. تمام تابستان شبا گریه کردم، دلم می گفت آخه دستی به قد داره می رو و عروسی من سر نمی گیره. حالام که همه چی به خیر و خوشی گذشت، روز عروسی من آبادی سیاپوش شده. و می دانم یکی نفرین من کرده، شاید مادر سیف الله باشه، شاید یکی دیه. خدا یا متقاس کدام محصیت ما دارم پس می ده. این مصیبت تنها مال من و تو نیست، مال تمام آبادیه، مال هر کیه که از این خاک در آمده و رو این خاک پا گرفته. حالا چرا توی همچی شبی باید سر ما بیا؟ یادت هم میگفتی خودم تو مزرعه پشت به پشتت میدم و کمکت میکنم، بچه ها مانم که بزرگ شدن تو شخم زدن و درو همراهی مان میکنم، یادت هم؟ خب اول باید زمینی باشه، خاکی باشه که رو شخ بذاریم و بذر باشیم، و الا نه دروی داریم، نه سفره‌ای، نه نانی که بدیم دست بچه ها ما. میخوام بهت بگم ای هجوم عراقیا به پاسگاه ما شوخی بردار نیست، تازه اول کاره. بچه ها می گفتن حسین آباد شده یه قبرستان، امروزم که خبر از پاسگاه آوردم همه کشته شده. پاسگاه افتاده دست اجنبی ها. میخوام بهت بگم اگه اجنبی ها بخوان پنجر و خاک ما بندازن، وضع همه من عوض میشه، دیگه نمیشه نشست، هر کی مرد میدانه باید پاشو بذاره وسط. تو که خیالت نیست من از بقیه یک کمتر باشم. خب نشستیم که چه؟ خب بلنشیم دست به هم بدیم یه کاری بکنیم. آرام باش یاور، ای جماعت آمدن تسلای دل تو، کبلای عروسی دخترش ها گذاشته آمده تو عزای یحیی. من برای یحیامون نیست که حرف میزنم، یحیایم مثل جوانای دیگه، مثل جواد، مثل جوانای حسین آباد، اما آخرش چه؟ همون صلات زور که جواد مثل یه مرد تو بغل من جان داد، انگاری وصیتم کرد. دستم که از خونش سرخ شده هنوز داغه، وقتی نگاه به دستم میکنم انگاری هوا را میزنه که مرد تکانی بخور. خوب نیست که مجلس عزا را به هم بزنی، خودتا نگه دار. کت خدا لا اله. ما زیادی توی آبادی عزا گرفتیم، ما را ببخش کت خدا که حرف تازه میمیندازیم. کبلایم میدانه که احترامش واجبه، اما دیگه طاقتم تمام شده، نشستن سخته. خب فردایی هم ها، هر کاری قراره بشه بذار برای فردا. راست میگه یاور، همین فردا جمع میشیم یه فکری میکنیم میریم پیش ریش سفیدا. شما خوبه تانه بری سراغ ریش سفیداتان بشینید حرف بزنید، هر جور شده میرم مختار رو میارمش پای. اینطور که حال و هوای ای آبادی میگه انگاری فقط مختاره که حرف نمیزنه. شماها جلوشا بگیرید. بیا یاور جان بیا بشی، آرام بگیر، دلت گرفته است میدانم. یا طاقتم تمام شده، دلم داره کنده میشه. برارم برارم Thank you.
خانه ببینی. این زهرا داغتان میکنه، داغ همه نبینی. خدا برکتتان بده. بران این زهرا سوغات آوردین نه؟ اسفن بلا را دور میکنه، چشم شور را کور میکنه، را دور میکنه. خیر عمرتان را ببین. این زهرا دعاتان میکنه. ما مال حسین آبادی، مال ده بالا، نه گبر تو ما، نه تاونی. مثل خودتان مسلمانی. ندیدید کسی از خانه و زندگیش آواره بشه؟ ها؟ همه جا کن فیکون شده، ناله بود و آتش، خرابی بود و خاکستر. مرده ها مانا چال کردیم. چند تامان رفتن قدم ده، چند تامان رایی بیابان شدن. ما هم آمدیم ایجا، خسته داریم، تشنه داریم، مریض داریم. هاشا به غیرتتان، مرد میانتان نی؟ خوش آمدی خواهر، راهتان عوضی نیامدید. چرا ماتتان برده؟ بیایی چرا کمک؟ آواره ها چند تایی هستن؟ نزدیک ده تایی میشن. خدا همچین روزی رو نیاره. میگن سرجم صد تا زنده نمانده. انگاری خدا داره بنده هاش رو امتحان میکنه. زنم میانشان هست؟ یکی که مردش مرده. چه تحملی داره بابا؟ از طایفشان فقط او یکی مانده. شیر زنه ها. قربان بیا کمک. صدام میزدی خب. سلام عروس خانم. سلام بران. ظاهر و باطن همینه داشتی. خدا عوضتان بده. قند و چایم میخواین؟ از جای دیگه میگیری. دعای خیر ی آواره ها نثارتانه. خیرتون باشه. برای نهار میای؟ نه امروز کار زیاد داریم. تو هم برو خانه آفاق، حامد پیغام داده احتیاجت دارم. غروب میام دنباله. خداحافظ. خیر پیش. خداحافظ. خداحافظ. یالا حیوان. اندازم میبخشی. اجرتان با سید شهدا. شما هم همینطور. دستتان درد نکنم. اجرتان با خدا. به مش رسولم بگید شب یا تکیه. بیا تکیه؟ همه باید جمع شد. باشه میگم. برو رمشت. سنه باشی.
آمدیم کمکی بگیریم برای آواره ها. با میرزا بگیم ایجا آمدیم چه کار؟ این وقت روز میرزا سر دکانشه. خب چه فرقی داره؟ شما هرچه میتانی کمک کن. ما اجازه ندارم. کار اسواب که اجازه نمیخواد مادر. اونا هم مثل ما بنده خدا و مسلمان. راه دوری نمیرن. بیا آقا، این رو انداز و این پوستی مال خودم. به اجازه کسی احتیاج ندارم. خدا عوضت بده. ماشالله زنده باشی زنده. کاری نکردیم. خسته شدی آفا؟ به ثوابش میارزم. یاور میگفت ایجور وقتا همه باید دست به هم بودن. بیا حسن جان، یا مال آواره هاست. تو راه حواست باشه بچه ها چپوش نکنن. بوش تا تکیه کلافم میکنن، یکیشو خودم میخوره. یکی که دورش سالمه بخوره. باشه برو، خدا به همراهت. تو میدونی امشب تو تکیه چه خبره؟ به من گفتم به کسی نگم. ایش شما به کسی نگم. قراره برن جنگ. جنگ؟ با کی؟ با اجنبی ها. و خودم میخوام سر دوتاشان ببرم. به کسی نگینا. تو میدانستی؟ یاور حرفی بهم نگفت. ای حسن تفلی خلو چلا، حرفش که اعتباری نداره. ما اگه ایطور زانو بغل کنم و فکری باشم یه حرفی، اما تو که ماشاءالله تازه عروسی، اونم عروس قربان که مثل آفتاب صبح هست. چیت شده گل رخ؟ تمام امروز کمکم کردی اما بام حرفی نزدی. اگه حرفی هست بگو. چه شد حامد؟ کسی نبود. اونایی هم که بودن هر کدام برای خودشون بهانه‌ای داشتن. یعنی که چی؟ میخوام بیان یا نه؟ به خیلی ها پیغام دادم. ای لعنتی ها مثل شغال رفتن تو لانه هاشان. ای تقصیرشان نیست، هنوز شطور در خانه هاشان نخوابیده. تا بلا سرشان نیاد باور ندارن. قربان چی تو نیامد؟ رفت زنشو برسن خانه. شاید بیا. والا کار داره، تازه داماده میاد. باز گلی به جمال اسقر. اول همه آمد. ما کوچیک تانیم. کاش به همه میگفتیم برای چی میخوایم شور کنیم. دیگه گمان نمی کنم کسی پیداش بشه. این وقت ساعت همه قوم آبادی خوابن. این قوم خوابش سنگینه. آتشا وقتی میشناسه که تنشا بسوزانه. یکی باید آتشا نشانشان بده، یکی باید بیدارشون کنم. کاش مختار میان ما بود.
خود باش، تو سرم نزن ننالی خالی خرم شدی. وای زو زو، بهتر تا دیر نشده یه فکری بکنین. امروز زمین ها را زدن، فردا میان سراغ خودتان. من دیشب پای رادیو بودم، خبرهای خودشانم شنیدم. اگه کاری باشه نداشته باشیم، کاری با همان ندارم. با تو که حتم کار ندارن، اگرم سر و کلشان پیدا بشه همه اول یه جوری باشان کنار میام. تو جوش آب و خاکو داری یا سنگ برادرتو به سینه میزنی؟ اگه این دهاتی های صاف و ساده ندونن، من که میدونم سر چی داری کک به شلوار همه میندازی. این زن آواره هم که حالش روشنه، دق دلی خودشو داره. اصلا از وقتی این آواره ها اومدن مصیبت هم با خودشون آوردن. پیداد مصیبت کلام خودته. از این حرفت باید خجالت بکشی مرد. اگه نان تو را خوردن یا رو سر تو خرابن. تو برو فقط به فکر بدهیات باش. کی به تو بدهکار نیست حاج آقا رجا؟ همه این آبادی را یه جوری به خودت بدهکار کردی. تو اون میرزا تقی، یا زمیناتان را بهشان اجاره دادین یا جنساتان را دل و پهنا نصیه میدین. خون این آبادی تو شیشه شما دو نفره. مختارم شما دو نفر دل مرده و تنهاش کردی، برای که زیر بارتو نرفت. همه این آبادی را سرش شوراندی، برای اینکه پسر تو پسر میرزا تغییر را خواسته بود به سربازی. اما خیلی آرام که ناناور خانهشان بودن، همین مختار خلاصشان کرد. حالا هم زیرتان داغ شده، یه جاتان می سوزه که این حرفا را می زنید. حالا که اینجوریه من حرف آخرمو می زنم. هر کی بخواد پاشو از این ده بیرون بذاره، باید اجاره زمینایی که روش کار می کرده بده. از فردا اونایی که کارشون زراعته، اگه سر زمین نباشن زمینشونو میدن به یکی دیگه. با منم باید بدهیاشو صاف کنه. اگه وضع اینطوری باشه میرم شهر، کاغذ و سند میبرم و مأمور میارم. آدم عاقل جلوی سگ هار استخوان نمیندازه. هوای خودتانه داشته باشید. این سگای هار وقت پاچه گرفتنشانه. حسن با تیه کاری داریم، میخوام کسی نفهمه. باشه بگو. تو جای مختارا بلدی؟ آه
باری که میگن تویی. اسم ما را میدانی، اما پیداست ما را نمیشناسی. از این بالا آبادی چه کوچک به چشمیا، ایقت که آدم نمیبیندش. زبانت نیش داره زن. اهل کجایی؟ مال حسین آبادم. زیادی از خانت دور افتادی. یه پیاله چای میخوری؟ برای چای نیامدم، حرف دارم. گوش ما میشنوم، حرف تا بزن. بی خود نیست که پشت به قومت کردی و ای بالا راحت نشستی. همیشه ای طور تلخی؟ گفتی مال حسین آبادی، از هم ولایت قفوری. قفورا میشناسم، دلاوریه. رو حساب او احترامت واجبم. حال قفور چطوره؟ قفور مرده. همه شان مردن، من و چند تای دیگه زنده ماندیم که آواره بیابان شدیم، سر از آبادی شما در آوردیم. چی میگی زن؟ ها؟ اجنبی ها از او طرف مرز ریختن تو ده ما، خانه ها مانا خاک کردن و خاک مانم گرفتن. دیگه از حسین آباد چیزی نمانده. شاید نوبه بعدی ده شما باشه. زیبا لا میپامشان، دیدم جنازه هاشان ها چال میکردن. دیدی و قدم بر نداشتی؟ چطور غفور را میشناسی و راه و رسمشان نمیدانی؟ اگه او جای تو بود یه لحظه آرام و قرار نداشت. حرف تا مزه مزه کن زن. من از دور دستی به آتش ندارم. آتش اینجا توی دلمه. تو چه میدانی ای آبادی با من چه کرد؟ کسی نمیدانه که چقدر توی 4 سال تنهایی دلم میخواست میانشون باشم. یکی از خودشان باشم. محصولم آوردم جای دیگه، نانم از جای دیه گرفتم، اما پانور نداشت که برم سراغشان. من به خاطرشان در افتادم، رو در روی کسایی وستادم که نفسشان ها گرفته بودن. اما وقتی بهشان احتیاجم شد تنام گذاشتم. ای قوم، یه چیزی آتای دل من کشته. اما آتای دلشان جا داری، هنوزم تو را میخوان. هنوز وقتی را به جایی ندارن اسم تو را به زبان میارن. وقتی دستشان تنگ میشه حرف تو را میزنن. کیا؟ کیا حرف من را میزنن؟ یاور، سیف الله، قربان، شایدم کسای دیگه ای باشن، اما جرأت نمی کنن. روی این آبادی بختک افتاده، اجنبی ها دارن میان سراغ ای قوم. یه نفر ها می خوان که کمرشان را راست کنه، یه نفر که بلند بشه قوت دلشان باشه. به او حسن نگاه کن. هر وقت اسم تو به گوشش میخوره انگاری عقل سر جا میاد. چشاش برق میزنه. یکی باید باشه که حق اونو بگیره. Thank you.
چاک آب ندارم. آتش که داره، حالا آتش به کار ما میاد. بالا نشین، پایین آمدی. دلمی پایی چاله، تو که میدانی. دلت روشن، خوش آمدی. صلوات بفرستی. سلام. حاج آقا کارمان در آمد. چی شده؟ اویی که نباید بشه مختار آمده. مختار؟ او زنه که مال حسین آباده راهیش کرد و از تپه آوردش پایین. اون زن جفت شیطونه، اول مصیبت آورد حالا بلا. مردم چی؟ مختار رو تحویل گرفتن؟ گمانم ای بخواد دم بدم ای جوانا بده و راهیشان کنه، تکلیف ما چی میشه؟ زندگی ما میمانه رو دست من. از این بدتر اینه که برن پاسگاه و از چنگ عراقی ها در بیارن. دیگه مختار میشه همه کاره آبادی. اون وقته که کسی واسه من و تو تره خورد نمی کنه آمیرزا. اونا حق ندارن را بیفتن، یا به ما بدهکارن یا مزبگیر ما هستن. یکی باید جلوشون را بگیره. فاهمه نکن، میگیره. کی؟ مردم. تو هنوز مردم رو نشناختی. آی مردم، برادرای من، من بعد از 4 سال از او تپه آمدم پایین. هرچی تو گذشته بوده فراموش میکنم. امرو حرف ما حرف دیه ایه. اگه جوابم بدید دست به دستتان میدم و جانم رو هم میذارم وسط. اگه جوابم کنید باز تکلیف خودمو عمل میکنم. فقط حال و وضع ای آبادی همین جور میمانه که هست، جزی که یه جنازه دیگه میخوابه تو قبرستانتان. شماها بهتر میدانید که توی چند روزه چه بلایی نازل شده. پاسگاه پشت تنگه حالا تو دست دشمنه. معنیش اینه که دیگه هیچ هموطنی دستش به ما که لب مرزیم نمیرسه. شایدم از حال روز ما حتی کسی خبری نداشته باشد. اگه همت نکنید یا آب و خاک میفته تو دست اجنبی. مختار، تو که 4 سال پشت به این مردم کردی از این آبادی حرف نزن. این مردم یادشونه چطور با اون قبلی ها ساخت و پاخت داشتی، یادشونه که حقوق بگیرشون بودی. اون دک و پوز نظامی تو، اون درجه استواریت هنوز جلوی چشم این مردمه. مختار، اما موقع درجه شو کند و لباس از تنش در آورد به خاطر اینکه نمیخواست ما را به اونا بفروشه. اما ما براش چی کردیم؟ کداممون دست برادری بهش دادیم؟ حالا به خاطر ماست که آمده. و کون غیرتی که شما مرزنشین را ازش دم میزدیم؟ همتتون کجا رفته؟ برادرشو داره، اون یکی از خونه و زندگیش آواره شده. حالا مختار اومده تا با این حرفا گذشتشو پاک کنه. گور حرفای قشنگشو نخوری. آج آقا رجب،
من نه برارم مرده، نه خانمو ازم گرفتم. اما اگر قرار بجنگم، ما هستم. یالم یه که برار یاور، قرار منم بود. خانه ای آواره هم، خانه من. اینا همه شون با هم دست به یکی کردن. میخوان جوانای شما رو بدن جلو که خودشون به نوایی برسن. شماها هم مرا میشناسید، هم حاجی رجبا. اینجا کسی غریبه نی. خوب فکراتانا بکنید. حمله عراقی ها به پاسگاه توطئه دشمن های این انقلاب ها. دشمن در کمین ها. تا اونا رو از پاسگاه بیرونشان نکنیم، ساکت نشستن سلاح ما نی. اگرم بشینید تا از مرکز کمکی برسه، هم خاکتان آدادید، هم شرفتان، هم آبروتان ها. راه و رسم پدرای ما، دین ما، خون توی رگای ما میگه خودمان باید همت کنیم. من نمیخوام الان کسی جواب ما بده. امشب من تو تکشیم منتظرم. هر کی سربازی رفته، هر کی دستش به تفنگ آشنایی داره، اگه حرفای ما را باور داره، امشب مهمان ما. زبی؟ ای تفنگا برداشتی که چی؟ برو به آغل برس. حالا وقت گوسفند چله کردن نیست مادر، وقت جنگه. تو را به جنگ چه کار؟ پدرت بفهمد گوشاتا میبرن. من از خجالت ای پدر آب شدم، جوانا سر کوفتم میزنن. بذار برم مادر. ای همه دادم خوردی و بزرگ شدی، حالا خجالت منا میکشی؟ پسر حاجی رجب تو کرمانشاه یه کارگاه ها میچرخانه، پول رو پول میاره، تو حق نشناس خجالت منا میکشی؟ بده با اون تفنگا. من فکرامو کردم، حرفای مختار هنوز تو گوشمه، میخوام برم قاطیشون. دهنه تا گل بگی، قاطی او علافا بری که چی؟ علاف منم نه اونا، ای سعادتیه که منم کنار مختار باشم. حالا او قربتی را به رخ من میکشی، نمک به حرام. آه میرزا بدش به من. ای مختار علف هرزه، گمان ندارم حلال زاده باشه. حرف که میزنه آتش روشن میکنه، همی حرفا داره یه عده ای را بی خانمان میکنه. تو که تازه سر از تخت را آوردی، نمیخواد هوایی بشی. این آقای مشکو، حالا که ایطوری مدیه ماندگار این خانه نیست، جوانا سرکوفتم. اگه شده پای پیاده تا پاسگاه میرم، خودم ها میرسونم به مختار. تو بچه منی یا او؟ بچه آبادیه. خداحافظ مادر. همه مانا دعا کن. این شب خواب یحیی مانا دیدم. تنها تو برام ماندی. تو را جور برارم دوست دارم. میدانم اگه بر نگردی فکرشان کن. ما جان و طاقت ازای دیگه رو ندارم. این حرفا رو نزن، ما تباس خونه یحیی من ازشان میگیریم. ما خودم خبر خلاصی آبادی منو براد میارم. حال برو بخواب، چشمات جان نداره. چابلوی. بله.
دو تا کلام عرض خدمتت دارم. خدمت از ماست؟ بگو، تو نور چشم مایی. از همه روز اول که خبر آمد اجنبی ها از مرز آمدن تو، انگاری کسی تای دل ما گفت کار ما به کارزار میکشد. همه روز دست دخترت ها گذاشتی تو دست من. تو این مدت دلم هزار تکه شد. میدانستم دیر یا زود وقت رفتن میرسد. رفتنی که شاید آمدن تو کارش نباشد. میخوام بهت بگم از ساعتی که دخترتا عقد کردم دلم میگفت باید بری. گلرخ حرفامو قبول کرده، همانطور که گفتم باید برم. اگر زنده برگشتم که باز غلامتم و تا آخر عمر جفت خوشی و ناخوشیشم. اگر برنگشتم که گلرخ میدانه و خودت. حلال هر کی باشه که دلتان رضا داد. کبلای خودشم میبینی و خدا نگهدار. بشینیم عزیزان وقت ستیز و جنگه، وقت ستیز و جنگه، وقت سپردن دل دست تیر و تفنگه، دست تیر و تفنگه. Thank you.
همین جا اتراق میکنیم. بنشین نفست جا بیاد. زنده باشی حسن، خار پشت کن، باید آتش کنی. آتش برا چی؟ مگه میخوایم توی تنگه ماندگار بشیم؟ ما چه میدانم، از اونا بپرس. ما برای چی آمدیم؟ را جنگ، جنگم حساب کتاب داره. همین حالا کار تمام نکنیم. مگه میخوای نان تو تنور کنیم؟ کارا شوخی گرفتی؟ تو سر جات بشین، بزرگی نکن، هر وقت دستور دادن تکان بخور. تو هنوز داغت کهنه نشده برار؟ منا برار صدا نزن، تازه داماد. چطانه؟ هنوز هیچی نشده، به جان هم افتادی. اینا با هم خورده حساب دارن. خورده حساب؟ شاه تو روشن یاور، دشمن بغل گوشتانه، شما ها تو روی هم پنجه میکشین. این چه خورده حسابیه که از کار امروز شما واجب دارم؟ تقصیر خودشان نی، ما را عادت من دادن که دشمن ها تو خود من بجوریم. اینا حسابشان از دشمن سواست. دیگه نبینم کسی چشاشا تو چش دیگری براق کنه. مرا میبخشی؟ همه من خستیم. گوهر صفرت ها بنداز، این دلاورا باید قوه داشته باشن. شانو نگاه، نباد تعدادشون زیاد باشه. شیطان میگه همین حالا فریاد بکشم برم قاطیشان و اون بیرق آتش بزنم. حرف شیطان رو تحویل نگیر، گوش به حرف من بده. من این پاسگاه رو خوب میشناسم، اما میخوام خبر از وضع دشمن بگیرم. امشب دو نفر تیز و تون باید برن برا شناسایی. من حاضرم، رو تو حساب کردم، قربانم میبرم. حواستانو خوب جمع کنید، نمیخوام آتشی به پا بشه، فقط خبر بیارید از هرچی که تانستید. به یاری حق. مختار میگفت نماستی دادشون زیاد باشه. میگم تو از او طرف رو، من از این طرف، دور میگردیم و سر از همه چیشان در میاریم. میترسم لو بریم، نماستی رندازی بشه. و فکر دیگه ای دارم. چی؟ یا قربان، میبینی؟ اشتفی یاور، رادیوشان داره براشان دلی دلی میکنه. بزا دستم بهشان برسه، خودم براشان دلی دلی میکنم. چه فکری داشتی؟ یکیشان رو میگیریم. کدام یکی؟ او که داره را میره. هوای منو داشته باش. برو. برو.
دو. بیان تماشا، برامان سوخات آوردن. به آتش کشیدین، به بچه ها رحم نکردین، به پیر زنا تو نگهدار. چیه؟ رحمان. خانه خرام به زبان خود من حرف میزنه. زبان ما را بلدی؟ بله. چطور یاد گرفتی؟ چند سال پیش ایرانی کار کردم. وظیفه یا کادری؟ نفهمیدم چه گفتی. داوطلب آمدی یا ارتشی هستی؟ ارتش. رستت چیه؟ توپخانه. مسلمانی؟ بله، مسلمانم. از پاسگاه چند نفر محافظت میکنن؟ پرسیدم از پاسگاه چند نفر محافظت میکنن؟ تو به خودت جرأت دادی پا تا تو خاک ما بذاری؟ فکر نکردی تو این خاک چالت میکنن؟ جواب بده، چند نفر این پایین جا خوش کردن؟ راحتش بذاری. الله اكبر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر.
گفتی مسلمانی؟ برو قاطیشون، برو نماز تا بخون.
هر ستاشان جانبازی کردن. هر کسی از ما زنده بمانه، همه آبادی بگه، زبی، علی، حسن، هر سشان مردانه شهید شدن. بلند شو قربان، وقتی من کمه کار من زیاد. بلند شو. او چیه؟ چی مهماتی برامون گذاشتن؟ همینو آتششان میزنیم. وقت شک تو برگردی. کجا؟ باید این سرباز دشمنا ببری آبادی. من میخوام بمانم. بذار بمانم. ما خیال حمله به پاسگاه داریم. با این اسیرم دیگه کاری نداریم. باید بره آبادی. اوجا تحویل کت خداش بده. خوب مواظبش باشین تا روزی که آرتش برسه و خودش تکلیف اونا معلوم کنه. میبرتت با آبادی، دست از پا خطا کنی با یه تیر خلاصت میکنه. حواست هست؟ آها بله بله. از کمکی که کردی ممنونتیم برا. اگه نقشه ای که از پاسگاه دادی درست باشه، حت بدان جان خودت آخریدی. برید دیگه، خدا به همراه. جا پاسگاه ها. ما از سه طرف حمله می کنیم. تعدادشون بیشتر از 20 نفر نباید باشه. یاور و حامد از راست، سیف الله و قربانم از این طرف. منم با گوهر از روبرو میریم سراغشون. شما دو نفرم پشتیبان. وقتی من شلیک کردم شماها حمله می کنید. همه آماده ایج؟ آره. هرچی از ما زنده بمانه از تو پاسگاه به اولین پایگاه خبر میده. کسی حرفی نداره؟ حرفی نیست. خدا یار همه تون.
دیدینو هوای منو داشته باش. ای کار تو نی من میرم بشی سیف الله من میرم تو نه سیف الله زنده است سر ما بلند کن میخوام ببینمش
زخمی شدی؟ چیزیم نی. تو برگرد آبادی، بگو کارشون تمام شده، بعدم کمک مختار کن. گوش و حرفم بده، رو. یاورم انگار بدجور زخمی شده، از من خون میره، تا غروب خودتا برسن. چجوری تنها تان بذارم؟ تنها نیستیم، گوهر به من میرسه. زود باش دیا. برو. Oh, my God.